ثنا و ستایش بر الله بی همتا، درود بر روان پاک حضرت محمد مصطفی و سلامتی شما عزیزان گرامی. برنامه حدیث زندگی است و باز هم در خدمت شما در سلسله برنامه های حج. در این برنامه سعی کردیم خدمت شما عزیزان حکم حج، حکمت های حج و فضائل حج را به صورت فشرده بیان خواهد شد و عزیزان که در این موارد سوالات مطرح کردن به سوالات اونا هم پرداخته شده و پاسخهای مبتنی بر احکام فقهی، دیدگاه های ائمه اسلامی و همچنان سنن حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم ارائه خواهد شد. سوال اولی که مطرح هست امی که حج چی است؟ در لغت قصد به یک امر بزرگ گفته شده و در اصطلاح قصد به سوی بیت الله الحرام در یک زمان معین برای اجرای مناسک حج. زمان معینش هم همون ماه ذوالقعده و ذوالحجه است. البته از هشتم ذوالحجه مراسم و مناسک حج آغاز میشه که در زمان مشخصش باز به تفصیل روی موضوع پرداخته خواهد شد. ای که حج چه حکمی داره، طبیعی است که یکی از ارکان دین مبین اسلام است و دلیلی که برای فرض بودن حج وجود داره آیه کلام مقدس الهی است که خداوند متعال مهربانی میکنه. نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. همچنان آیه دیگه که خداوند متعال مهربانی کرده، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. بر اساس این آیات حج در سال نهم هجری فرض شد. در زمن در سنت حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم نیز وجود داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث مشهور مهربانی میکنه، بنی الاسلام على خمس، شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و اقامت الصلاه و ایتاء الزکاه و صوم رمضان و حج البيت من استطاع الیه السبیل. رکن پنجم اسلام بر همی اساس حج گفته شده و امت اسلامی نیز به این اجماع دارند که حج فریضه الهی است و بر هر فردی که شرایط حج را داشته باشه، البته روی شرایطش در برنامه مشخص و جداگانه صحبت خواهد شد، وقتی که این شرایط تحقق میافه بالای فرد فرض است که زیارت بیت الله شریف را یک بار انجام بده. در ارتباط به این که چه حکمتی در حج نهفته است سوالات مطرح شده بود از سوی بیننده های عزیز و همچنان ممکن در ذهن بیننده های ما هنوز هم سوال موجود باشه که چه حکمتی وجود دارد. علما اتفاق دارند و باور دارند به این که یک نماد بزرگی از فروتنی و بندگی در برابر بزرگی پروردگار میتونه حج باشه. حکمت دومی که در ارتباط به حج بیان شده شکرگزاری نعمت است. ما در برنامه اول یادآور شدیم که وقتی فرد دارای صحت کامل باشه، از نعمت اسلام برخوردار باشه و از نعمت داشتن مال و غنامندی، پس بالای از این شخص حج فرض میشه. حالا میتونیم بگویم که شکرگزاری از این همین نعمت ها خودش یک حکمت است به این که حاجی میره حج میکنه. و در ضمن از لحاظ سیاسی یک کنگره بزرگ جهان اسلام حج گفته شده که در اونجا از تمام ممالک اسلامی افراد با نژادها، رنگها و زبانهای مختلف جمع میشن، همگی چه در موقف بلند قرار دارند چه موقف پایین یا در هر جایگاهی هستند، اونجا با لباس رنگ واحد، همگی در صفوف واحد، در موقف واحد عبادت پروردگار خدا میکنند. پس این طبیعی است که نشان دهنده عظمت برنامه حج است و همچنان حکمت بزرگی که بر از این برنامه نهفته شده و وجود داره.
فضیلت حج خیلی زیاد است، چنان که پیامبر بزرگ اسلام صلی الله علیه و سلم می فرماید: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امه. کسی که حج میکنه و فسق نمیکنه، رفث و فسق نمیکنه، این شخص چنان بازگشته از حج گویا که از مادر دوباره تولد شده یا جدیدن تولد شده. پس طبیعی است که هم ما باور داریم طفلی که از مادر تولد شده کاملا معصوم است، بیگناه هسته. بنان فضیلت حج در همی حد وجود داشته و دستور پیامبر صلی الله علیه و سلم هم چنین بوده. همچنان حدیث دیگه است از حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها که از حضرت پیامبر روایت میکنه صلی الله علیه و سلم، میگه بهترین جهاد حج مبرور است. بی عایشه صدیقه این حدیث مشهور است، زیاد برش نمیپردازم، که سوال میکنه آیا خانم ها هم میتونن جهاد بکنن. پیامبر در پاسخش، در یک بخشی از پاسخ، امیر مطرح میکنه که بزرگترین جهاد حج است. پس فضایل حج هم خیلی زیاد بوده، حکمتش هم خیلی ارزشمند است که نمیتونیم به سادگی ازش بگذریم. بنان هر کدام ما و شما تمنایی را داریم که خداوند متعال ما و شما را به این نعمت بزرگ نایل بگردانه انشاءالله تعالی. تا برنامه بعدی، خدا به همراهتان.